جلوی چشم بچه ها و متاسفانه پدر مادر نادون و بیشور فکر میکنن بچه ها نمیفهمه، یادشون میره. بچه ها ثانیه به ثانیه یادشون میمونه، لحظه به لحظه داری تمام وجود بچه تو له میکنی با این طرز برخوردت. نه درست میکنن و نه تمومش میکنن، اون وسط جهنمی رو نگه میدارن، پوزم میدن، منت هم میذارن که به خاطر بچه هام طلاق نمیگیرم. اگه تو راست میگی، اگه واقعا میخوای بسازی، درستش کن. هنر درست کردن برو کمک بگیر، یاد بگیر. چون ما از فرهنگ توقع هم میاییم، ما از فرهنگ تقدیر نمیاییم. نگاه، تقدیر کنیم و تشویق بکنیم. چقدر شوهر رو ضایع میکنیم، چقدر زنامون رو ضایع میکنیم. به جای ضایع کردن کار و ریشه‌ای درست بکن. من بهش میگم ازدواج مجدد درون ازدواج و یا طلاق سالم. ما فرهنگ طلاق اصولی رو بلد نیستیم. ما وقتی طلاق میگیریم، اولا از ابتدا که میخواییم طلاق بگیریم چقدر حرف و حدیث شروع میشه، چقدر ضدیت ها شروع میشه، چقدر ضایع کردن خود طرف و خانواده شروع میشه. حالا این پدر بچته، این مادر بچته، تو اینجوری صحبت میکنی. خانواده های عزیز گرامی ناش بیشعور نادونم که روش بیشتر آب و لعاب بهش میدن، چرب ترش میکنن، بیشتر تشویق میکنن. ما وقتی که میخوایم طلاق بگیریم، اولا که خیلی وقتا ما طلاق عاطفی میدیم در ابتدای ازدواج، سر مسائل خرید ازدواج و مهریه و همه این مشکلات ممکنه که من شروع کنم طلاق عاطفی همسرمو بدم. این یه معضل جدی و واقعیه. من میگم اصلا نباید بعد از طلاق دوست بمونیم. تو فرهنگ ما زوده، خیلی زوده، نمیتونیم. رابطه های بعدی رو خراب میکنیم. بچه ها بیشتر کانفیوز و گیج میشن. بچه ها میگن خب نکنه حالا بتونن دوباره ما برگردن به هم. امیدی؟ امید به بچه، دقیقا امید به بچه ها میده. و بعد خود طرف هی بالا پایین میشه، بعد دخالت میکنه به زندگی طرف که این زنه کی بود اومد تو زندگیت، این مرده کی بود اومد تو زندگیت. به همین دلیل there is no friendship after relationship. دوستی بعد از یه رابطه نباید باشه وقتی یه رابطه ازدواج و یه رابطه جنسی بوده. مصیبت درست میشه. یعنی خودتون رو گول نزنید فکر کنین مدرن شدین میتونین با هم خیلی. ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم، حتی غربیاش نرسیدن، وای به حال ما. بعد حالا طلاق که میخوان بگیرن که اون یه مرحله، حالا طلاقشون هم گرفتن، ای خانم، ای آقا، ول کن. تو که دیگه طلاقتو گرفتی رفتی، تو که دیگه طلاقتو دادی رفتی، چرا انقدر حرفای زشت پشت سره مادر بچت، پدر بچت، و یا اصلا بچه هم بینتون نیست، یه روز یار تو بوده، هم بستر تو بوده، چرا تو میری حرفای زشت هنوز میزنی؟ چرا هنوز نفرین میکنی؟ چرا هنوز دنبالشی؟ ای بیچاره، تو تمام زندگی و وجودتو گذاشتی استرس. الان داشتین تمرین کردی که چه جدیدی استرس با آدم، استرس سرطان برای تو میاره. میری میگردی تو فیسبوک، همه جا میگردی ببینی بدبخت شد، ایشالله بدبخت بشه. این نهایت بیشعوری منه که به خودم دارم ظلم میکنم، به اضافه اینه که خانوادم رو دارم مسموم میکنم. بچه های من که تو بچه های طلاق شدن انقدر آسیب خوردن. تا کی میخواییم پروندم رو نگه دارم؟ مسئله پرونده است، مسئله بستن این پرونده است. یه انسان عاقل و بالغ حالا که تصمیم گرفت جدا شه، حالا که به جدایی رسید، تمومش باید بکنه. پرونده رو باید بسوزونی، امضا که کردن تموم. تموم شد. این مصیبت اینه که طلاق عاطفی نادرست دادم. یعنی من امضای رسمی رو گرفتم یا دادم، اما عاطفی طلاق ناسالم دادم.